فقط ساعتی بعد از عملیات انتحاری داعش در منبج سوریه که دست کم 16 کشته به جا گذاشته که 4 تای اونا از نیروهای آمریکایی اعلام شدند، معاون رئیس جمهور آمریکا از پایان کار خلافت خودخوانده داعش در منطقه گفته. مایک پنس روز گذشته در کنفرانس رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک ایالات متحده در سراسر جهان ادامه پیکار با تهمانده این گروه تروریستی رو به متحدان واشنگتن سپرده و بر اجرایی شدن خواسته دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و نه از منطقه تاکید کرده. اقدامی که به گفته او برای مقابله در برابر جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در جهانه که با ایجاد اختشاش در کشورهای دیگه در صدد گسترش نفوذ در خاورمیانه است. ایران الان تحت فشاری بی سابقه است که رفتارش رو تغییر بده. بسیاری از شما در این کنفرانس پیام ما رو به گوش دنیا رسوندین. این پیام رو که منافع توافق هسته‌ای فاجعه بار به ملاهایی رسیده که از اون برای سرکوب مردمشون استفاده میکنن. پنس با اشاره به عزم جزم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ایستادگی در برابر بازیگران متخاصم منطقه هشدار داده شدیدترین تحریم‌ها و فشارها علیه جمهوری اسلامی در راهه. از 13 آبان ماه مرحله دوم تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا ناشی از خروج این کشور از برجام شروع شده و صادرات مواد نفتی ایران به 1/3 کاهش پیدا کرده. روند نزولی که همچنان به سمت به صفر رسیدن در حال ادامه است. مایک پومپو وزیر امور خارجه کابینه دولت ترامپ پیشتر برای رسیدن به راهبردی جدید با مقامات تهران 12 شرط تعیین شده واشنگتن رو اعلام کرده. شروطی که قسمتی از اون خروج نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی چون سپاه قدس و حزب الله لبنان از سوریه و جزئیات دیگه‌ای که واشنگتن به تغییر رفتار جمهوری اسلامی تعمیم داده است. سفرهای پی در پی وزیر امور خارجه آمریکا هم در هفته گذشته از پس اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و اعلام برگزاری کنفرانسی در لهستان با تمرکز بر رفتار ایران، همگی حاکی از تمرکز واشنگتن برای کاهش اونچه که عملیات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی عنوان می‌کنه است. عزم جزم مقامات واشنگتن که به نظر می‌رسه هیچ حادثه‌ای نمی‌تونه در روند اجرایی شدن اون تغییری بده. بتی یوسفی، اتاق خبر.